مریم رجبی، صحبت از یک رئیس جمهور میانه رو در حاکمیت فاشیسم مذهبی در ایران چیزی جز یک فریب نیست. خبرگزاری فرانسه 3 اوت 2013، 12 مرداد 92. همزمان با نمایش‌های تنفیذ و تحلیف و روی کار آمدن آخوند حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور جدید ارتجاع حاکم بر ایران، خبرگزاری فرانسه از پاریس گزارش داد گروه اصلی اپوزیسیون ایران روز شنبه گفت حسن روحانی در طی سالیان یک عضو کلیدی رژیم آخوندها بوده و این تصور که در ریاست جمهوری او سیاست‌های رژیم ایران میانه روانه خواهد بود یک توهم است. شورای ملی مقاومت ایران مستقر در پاریس که خواهان جدایی دین از دولت است و وسیعاً به عنوان نیرومندترین گروه ضد رژیم محسوب می شود، هیچ دلیلی برای دلخوشی از این که حسن روحانی روی کار آمده است نمی بیند. مریم رجبی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران طی بیانیه گفت صحبت از یک رئیس جمهور میانه رو در حاکمیت فاشیسم مذهبی در ایران که تمامی قدرت و تمامی نهادهای کلیدی آن توسط ولی فقیه کنترل می شود، هیچ چیز جز یک فریب نیست. خبرگزاری فرانسه افزود روحانی نسبت به خلف خود محمود احمدی نژاد میانه روتر به نظر می رسید، اما بخش اعظم قدرت سیاسی در ایران در دست رهبر نظام علی خامنه است. مریم رجوی گفت در 3 دهه گذشته روحانی یک مهره درون حکومت و یک چهره کلیدی در سیستم امنیتی نظامی و در سیستم اطلاعاتی رژیم بوده است. او اضافه کرد رژیم ایران یک بار دیگر تلاش خواهد کرد تا جامعه بین المللی را با دستاویز و بهانه رئیس جمهور جدیدش بفریبد تا زمان بیشتری برای پروژه‌های خطرناک خود بخرد. در مورد این پروژه‌های خطرناک، مریم رجبی به برنامه اتمی رژیم ایران، حمایت این رژیم از بشار اسد و مداخله حکومت ایران در کشورهای همسایه سوریه استناد کرد.